سلام به شما عزیزای دیشامیشی، حالا احوالتون چطوره؟ دم و دماغتون چاق باشه انشالله. مواظب چشماتون باشید که نسوزه، آخه برنامه‌مون داغ داغه. به احترام شما مخاطبای عزیز که همیشه انگیزه ما بودید برای تولید این برنامه، گفتیم یه بخشی از برنامه رو هم به نظرهای شما اختصاص بدیم. اولین قسمتشو از همین جا و همین حالا شروع میکنیم. از ما پرسیدن که خیلی دیر به دیر پیداتون میشه، زمان فیلماتون هم که کمه، این که نشد کار کردم. عرض کنم خدمتون که ما با این همه تأخیرم که میایم، یه عده دارن ما رو با نبشی و میلگرد آجدار گداخته میزنن، ولی شما غم به دلت راه نده، ما زود به زود خدمت میرسیم. در مورد زمان برنامه هم بگیم که سعی بر اینه که زمان برنامه رو ببریم بالا اگر بتونیم. بلو هولم پرسیده که راستشو بگین، سپاه چقدر بهتون پول میده؟ در جواب این سوال باید عرض بکنم که سپاه اگه به ما پول میداد که مجبور نبودیم روغن موتورمونو 3 ماه به 3 ماه عوض کنیم، هزینه های تولیدو هم از جیب بدیم. عزیز دیگه هم سوال کردن که آقا این همه خوننده چرا تتلو؟ ما برای دل شما هم که شده تو این قسمت از رضا صادقی و محسن یگانه استفاده کردیم. خوبه؟ توپرم گفته که این چرت و پرتا رو پخش نکنید، بینیم بابا. توپر جان خدمت نرس کنم که به خره گفتن چرا گوشات درازه؟ گفت هر خوشگلی یه عیبی داره دیگه، عیب کوچیک ما همینه که چرت و پرت پخش میکنیم، ولی همین که ما رو نگاه میکنی و پیام میذاری ازت ممنونیم، بازم به ما سر بزن توپر جان. دوست دیگه هم گفتن که آقا ما که شهریور میریم ایشالله، شما موندین و این کشور، پس تا شهریور اینجایی؟ بالاخره تا شهریور پیدات میکنم و بهت میگم که نرو عزیزم، نرو، ما رفتیم و برگشتیم. نرو نرو، تو هم مثل من نمیتونی دووم بیاری. نرو، تو هم مثل من تو غصه کم میاری. نرو نرو. پرستو خانم گفته که عالی، مثل همیشه به کارتون ادامه بدین، گوش به حرفای کسایی هم که انرژی منفی میدن ندین. مرسی پرستو خانم که انرژی مثبت دارین، اصلا چه افتخار بیشتر از این که واسه شما برنامه بسازیم، واقعا چه افتخاری بیشتر از این. جبن خان شد پوستم سیان دلم سپین، دخلان چون کنم نجی دنیا مثل مای ندین. کار ما تو جام جهانی تموم شد و تیم ملی هم با سربلندی برگشت به ایران، اما کار ما با بعضیا هنوز تموم نشده. یکی از اون بعضیا مجری شبکه کلم است، لامصب مغزش هم در حد همون کلم است. مجری این شبکه تو اینستاش پست گذاشته و کلی دریوری گفته به جواد خیابانی ما که چرا به عربستان گیر دادی. عربستان با همه پولهاش، با همه دلارهاش، با همه ارباب‌های آمریکاییش اوت شد، 5-5 خورد ماشاءالله، و امروزم که در مقابل اوروگوئه باختن. ببین کلم جان، شما تقریبا با نصف جهان بازی تدارکاتی داشتین و کرور کرور واسه تیمتونم پول خرج کردن، اون وقت تو اولین بازی فقط درمون ورزشگاه بهتون گل نزد، گندی که عربستان زد یه آدم با معده و گوارش روونم نمیتونه این کارو انجام بده. کلن یه بازی بردین، اونم که معلوم شد بله دیگه تبانی کردین، جون به جونتون کنن نمیتونین حلال کار کنین. یکی دیگه از اون بعضی هم شبکه بی بی سیه که بعد از بازی ایران و پرتغال توییت کرده هواداران تیم ملی فوتبال ایران پس از شکست مقابل پرتغال در جام جهانی. دقت کردین، شکست مقابل پرتغال در جام جهانی. بی بی سی جان، اون چیزی رو که دوست داری رو نباید بنویسی، اون چیزی رو که هست باید بنویسی. ناسلامتی اتاق خبر جهان اینا. این اتاق خبر جهان است. تو از این اتاق بیرون نرفتیم، بگیم که خانم معصومه ابتکار توییت زده که خانواده ها برای دومین بار در استادیوم آزادی حضور پیدا کردن و در فضای بانشات و خوب بازی رو تماشا کردن. حالا این چه ربطی به بی بی سی داره؟ عرض میکنم خدمتون، بعد از این توییت خبرنگار بی بی سی فرتی توییت میزنه که خانم ابتکار چرا اشاره به حضور زنان در ورزشگاه نمیکنین؟ چرا فقط اشاره به حضور خانواده میکنین؟ دقیقا فهمیدین چی گفت دیگه فرانک جان. تو انگلیس رو نمیدونم، اما تو ایران وقتی میگی خانواده قطعا مادر و خواهر و همسر و دختر و همه اینا رو در بر میگیره که همه اینا خانوم هستن. یعنی هنوز تعریف خانواده رو نمیدونی دیگه، یعنی هنوز نمیدونی اگه خانومی نباشه
خونواده ای تشکیل نمیشه. اون یکیتون که مینویسه باخت ایران، این یکی مینویسه چرا گفتی خونواده. واقعا چه خبره تو اون اتاق؟ این اتاق خبر جهان است. بعضی هم بودن که خواستن تو هیری ویری جام جهانی یه کار عجیب غریب انجام بدن و مثلا بتره کنن. با این پرچم اومدن جلوی دوربین. حالا اینکه اونجا کسی نبود به من و تو بفهمونه عزیزم، این کار شما هم غیر حرفه‌ای هم غیر اخلاقی، کاری نداریم. اما با همه این حرفا انقدر ارزه نداشتن که همین پرچمو پیش حمید خان استیلی نشون بدن و سریع قایمش کردن. فکر می‌کنید از گروه بتونیم بریم بالا؟ خیلی مهم بود این بازی، همونجوری که آقای کیروش هم گفته بود بازی اول خیلی مهمه، چون بازی با پرتغال و اسپانیا برای ما مشخص بود چجوری بازی. امید ما به شما برمیگردیم اول بخش دو. نیمه دوم ما این بخشمون تموم شد، خیلی زود برمیگردیم با بخش دوم برنامه. حمید خان شما بزرگ مایی، شما چش مایی، ما به همون برمیخوره کسی احترام شما رو نگه نداره. اگه قراره باهاش مصاحبه کنی چرا نمیذارین حرفشو بزنه؟ اگر نمیخواین حرف بزنه چرا باهاش مصاحبه میکنی؟ حمید خان شما زودتر بیا پیش خودمون، این طرف عزیزتری تاج سری. راستی میدونستین تو همین دنیایی که دارن خودشونو پاره میکنن که چرا ایران در حق خانوما اجحاف میکنه؟ تو همین دنیا تا پارسال خانمای ما حق نداشتن با حجاب تو مسابقات شرکت کنن. جدی میگم ها، میگفتن خانمای با حجاب آسیبزان، آسیب میرسونن به بقیه. پوشیدن حجاب ممکنه که به بازیکن‌های تیم‌های دیگه آسیب برسونه. این حرفو اگه به سنگ می‌زدی در میومد یه امننه ای چیزی نثارت می‌کرد. الان اینایی که حجاب ندارن آسیب نزا هستن، آسیبزا نیستن، یعنی بی خطرن. سال 2017 این قانون تغییر کرد و زنان کشورهای مسلمان اجازه پیدا کردن با حجاب توی مسابقه شرکت کنن. بعد از این همه ظلمی که در حق خانمای ایرانی انجام دادن، خانمای بسکتبالیست ما تو اولین مسابقه بازی رو با نتیجه 21-12 بردن، یعنی تیم حریف رو دوختن به هم یه جورایی. اما به نظرتون شبکه من و تو بعد این برد چی بگه؟ خوبه بگید دیگه، بگید ما بدونیم. گفته حجاب محدودیت نیست. نه عزیزم اینو نگفته. نفر بعدی گیر داده که چرا تا حالا اجازه شرکت به خانومه ما رو ندادن. اینو که دیگه اصلا نمیگه. شما بفرمایید، شما عذرخواهی کرده از خانومای ما. ولکن آقا ولکن، اصلا خودتون ببینید وقتی این تیم انقدر استعداد داره، شاید اگه این محدودیت ها رو نداشت و حمایت بیشتری ازش میشد، میشد انتظار داشت که آینده خیلی خوبی توی رقابت های جهانی داشته باشه. اینکه از اون سر دنیا واسه محدودیت خانومای ایرانی دل بسوزونی مهم نیست. اینکه تو شبکه خودتون تو محل کار خودتون خانوما رو محدود میکنید مهمه. شمایی که یه بار تو برنامه رختکن در من این گفتین که چرا خانوما رو به استادیوم راه نمیدن، شما خودتون از خودتون شروع کنین و یه خانومی رو بیارین اونجا و با شما باشن. این برنامه رو با خانوم انجام بدین. تو این لحظه ای که دارم با اتون صحبت میکنم هیچ خبری از این سه نفر در دسترس نیست. شبکه من و تو هم واسه سر اون خانومی که تماس گرفت 100 میلیون جایزه گذاشت. قدیما مود بود هر کی از ننش قهر میکرد میرفت خواننده میشد، اما زمونه عوض شده. این روزا هر کی از ننش قهر میکنه میره گزارش تهیه میکنه، یعنی افشاکار میشه. الان جدیدترین نمونهش رو رونمایی میکنه. این علی جوانمردیه، مجری صدای آمریکا، با یه گزارش توپ اومده جلوی دوربین تا همه ما رو بهتر کنه. ناصر جوان تبریزی، عموی رامبد جوانی که از اعضای قدیمی سپاه پاسدارانه که با درجه سرهنگی بازنشست شد، هر از چند گاهی در عملیات در حال حاضر سپاه پاسداران در عراق و در سوریه شرکت میکنه به عنوان مشاور یا اون که خودشون میگن مستشار نظامی. عموی آقای رامبد به واسطه سپاه و دریافت پاداش‌های میلیاردی و رانت‌های ویژه سپاه تونست که پاساژ اطلس تبریز رو خریداری بکنه به طور کامل. رامبد جوانم خیلی ریلکس گفت عمو جون من عمو ندارم، یکی داشتم و سال 80 تو هلند به رحمت خدا رفته. به نظر من شما فامیلی تو عوض کن، یعنی جوانمردی رو بذار ناجوانمردی، بذار جوان نامردی، اصلا هر چی دوست داشتی بذار، اما جوانمردی نذار که اصلا بهت نمیاد. ولی خداییش رامبدم حق داره که موهاش بریزه. تو از خندوانه نرفتیم، اینم بگم که آقای مهران مدیری مهمان برنامه خندوانه بود و توی اون برنامه از خجالت دونالد ترامپ در اومد. مثلا ترامپ مثلا حیوانی مثلا رئیس جمهور ایالات متحده است، چجوری هم چیزی میشه؟ بعد از این حرفا هم یکی از همونایی که از ننش قهر کرده و افشاگر شده پیدا شد و نوشت در حالی که ترامپ محبوب تموم مردم ایران شده، مهران مدیری همسو با مسئولان
دونالد ترامپ رو حیوان خوند. عمو جون شما خودشو خسته نکن، خود آمریکایی‌ها هم همسو و مسئولین ایران اونو قبول ندارن، چه برسه به مهران مدیری و مردم ما. قابل توجه شما. جان کلی رئیس کارکنای کاخ سفید گفته که ترامپ یک احمقه. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا میگه ترامپ یک احمق تمام عیاره. ریمون مکمستر مشاور امنیت ملی آمریکا هم دقت کردین که امنیت ملی آمریکا گفته که این بشر یک احمق توهی مغزه. شما اگر جیگرداری در مورد این آقایون نظر بده، ببینم نمیبرنتون پارکینگ بالایی اعمال قانونت کنن. شما کاری به مردم ما نداشته باش. اصلا با این نوع از وطن فروشا باید اینجوری برخورد کرد. پاتو خیلی از گریبت درستر کردی اولاق. من هر گندی که باشم وطن فروش نیستم. دهنتا چف میکنم آدم بزره. دیدی که سوختی، رفتی و ما رو فروختی. وقتی دیدی که سوختی، رفتی و ما رو فروختی. خدمتتون عرض کنیم که کلی قسمت دیگه هم داشتیم که به علت ضیق وقت برنامه رو همینجا تموم میکنیم. بقیهش بمونه واسه برنامه بعدی. با ما در ارتباط باشین. تا قسمت بعدی خدا نگهدارتون.